با تقدیم سلام دوباره میرسیم به بررسی جریانات روز و چنانکه شما هم میفهمین جریانات روز ما در روزهای پنجشنبه با تحلیلگر نواشنای وطن آقای وایس ناصری و پیش میبریم و مهمان خانه های شما سروران گرامی هم میشیم. آقای ناصری بر شما سلام تقدیم میکنم و تشکر از اینکه با ما هستین. جناب خالد صف گرامی عرض سلام ادب جان سپاس امتنان از لطف محبت همیشگی تان سلام به بیننده های خوب ما در سر تا سر جهان در این وقتهایی که هم در اروپا و هم در امریکا و در قاره شما سپورت های مختلف در جریان است. سلامت باشین، امیدوار هستیم تیمایی که نظر ما برنده شون. تشکر از اینکه هفته پیشتر بردین و اسپانیا پیرو شد و ایتالیا باخت. خوب است که هموطنان ما ورزش حداقل آدم دور می سازد از بسیار خبرهایی که خوش آدم نمید. به هر حال یک هفته گذشت در این هفته ما شاهد جریانات زیادی بودیم. برگزاری کنفرانس ویانا، عکس العمل ملل متحد که میگن که ما فقط برای دخین ساختن افغانستان به جامعه جهانی کار میکنیم و امروز هم میگن که تعیین نماینده به تعلیق افتاد. ولی در این کشور چی میگذره آقای ناصری؟ هم وطنان ما دوست دارن که از شما بشنون که شما چی میگین در رابطه به این تحولات. خالص ما شما در افغانستان یک بازی بسیار مشهور و یک سپورت عنعنوی یا سپورت هم نمیتونیم گفته، خب به هر صورت بسکشی یک چیز بسیار مشهور است که به حساب بازی است که همه ملت ما حتی مردم جهان رو را میشناسن. متاسفانه میدان افغانستان و میدان بازی افغانستان به یک بسکشی منطقوی و جهانی مبدل شده و طالب ها در نقش امیر یعقوب خان و امیر عبدالرحمن خان قرار گرفتند و مو مایده های ننگین گندمک و دیورنده یک بار دیگر به شکل دیگه در افغانستان به معامله نشستن. بسیار بسیار بی شرمانه، بی پرده و واقعا با شدت داد و ستد تجارت سیاسی در افغانستان جریان داره و کشورهای منطقه، سازمانهای بین‌المللی، کشورهای به حساب قدرتمند جهان همه سر مسئله افغانستان در پکت ها و در ائتلاف های مختلف روی قضایای مختلف افغانستان به حساب یک بازی جریان داره. این که در نتیجه از این بازی افغانستان مانند مائده گندمک امو صلاحیت و اختیارات خود را و به حساب امو حاکمیت ملی خود از دست میده و یا مانند مائده دیورند تمامی ارضی افغانستان به خطر میفته، در پایان از این بازی شاید هر دو پدیده ظهور کنم. به این دلیل که ما شاهد هستیم که سازمان ملل متحد به همکاری امریکا و به چشم ابروی امریکا از تمام ارزش ها، از تمام شعارهای خود گذشت و همین کنفرانس سیام دوحه با زیر پا گذاشتن خود قطعنامه های شورای امنیت، مخصوصا قطعنامه 27-21 و همچنان او ارزش هایی را که بر حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد اعلامی جهانی حقوق بشر و غیره می گفتن، حقوق زنان و دختران و کار و تحصیل اینا همه کنار گذاشته شد. برداشتن تحریم های کمیته تحریم های سازمان ملل متحد بر 4 رهبر طالب ها کونا و اصلاح به حج رفتن و امروز گفته شد که حقانی بر بار دوم از لست تحریم ها خارج شد و برش اجازه داده شد که بر بار دوم با امارات متحده عربی سفر کنه، در حالی که یک ماه پیش سفر کرد. سفر اولش بدون به حساب ازی که اعلان شده که آیا کمیته تحریم ها او تحریم برداشته و اجازه سفر داره، یعنی یک بار سر و کله آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و امیر و خلیفه طالبا از ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی بلند شد و سر در آورد و در اونجا بود که با امیر امارات دید و وادید کرد و این بدون همکاری، بدون تایید، بدون توافق ایالات متحده امریکا هرگز صورت گرفته نمیتونست. کشورهای دیگه مانند چین و روسیه هیچ مخالفت با طالبها و سفرهای رهبرانشان ندارن، ولی این امریکا هست که شعار میده که ما 10 میلیون دلار سر حقانی جایزه گذاشتیم، زنده و مرده شوید به ما بدید. ولی واقعیت همین است که
امریکا مثل که با اشغال افغانستان، افغانستان برباد تباه کرد، با خروج غیر مسئولانه، با توافق نامه ننگین دوحه، با مذاکرات مخفی استخباراتی و پنهانی که 18 مخلیزات پشت درهای بسته انجام داد، خالص افغانستان را در بدر کردن و تمام ارزش ها و تمام به حساب و سرمایه گذاری های خود امریکا کرده بود و یک شکل به حساب زیر پا گذاشتن. بنابراین امروز اگر این کنفرانس دوحه دایر می شود و این رفع تحریم های سازمان ملل متحد است و رفت آمد ها جریان داره و از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران و دیگه چیزا می گذارن، وقتی که توافقنامه دوحه یا نمی کنفرانس و یا نشست دوحه میان امریکا و ایالات طالب ها شروع شد، همون زمان حقوق بشر زیر پا گذاشته شد. وقتی که دفتر سیاسی قطر در 2010 برای طالبان داده شد، امریکا نشان داد که پابند و هیچ ارزشی برای افغانستان نیست. اگر تا اون وقت کسی نمی فهمید، اون وقت باید می دانستن که یعنی بدیل کرزی و غنی و اینو بالاخره یک دولت جدید به نام طالبان خواهد بود. و امروز هم در این بازی که سر افغانستان جریان داره که به حساب ایرانی ها به یک شکل در میدان افغانستان داخل شدن و امریکا به یک شکل و روسا و چینایی ها، اینجا متاسفانه و بدبختانه مثل که نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد و یا نماینده ویژه ارتباط افغانستان میگه ما پشت درهای بسته در دوحه با هم به توافق خواهیم رسید. توافق سر چی؟ سر کدام شکلی از حاکمیت افغانستان؟ یکی گفته میشه اختلافات در میان طالبان جریان داره و حقانی رو میخواین بیارن. هر پدیده و هر تحولی که در افغانستان بیایه به نفع مردم افغانستان نیست خالصه. و ما متاسفانه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و سلامت و سالمیت افغانستان به خطر افتاده و از دست دادیم و بدبختانه و متاسفانه بازی بسیار شرمناک، ننگین و خجالت آور و بسیار غم انگیز سر افغانستان جریان داره و همه این نشست ها و این به حساب کنش ها و کنش ها و فعالیت های سیاسی را که در هر جای میبینین خالص متاسفانه بازی پیچیده استخباراتی است که جریان داره و در این قربانی از این بازی جمهوریت خواهان دیروز، فدرالیست خواهان امروز و یا فعالین دیروز سیاسی، رهبران فریب خورده و رهبران به حساب که امروز میگن ما در اشغال امریکا بودیم. آقای محقق بار بار میگه که امریکا اشغال کرده بود، امریکای خیانت به ما کرد، امریکا ولی امریکایی که اشغال کرده بود تو رو به حساب به معاون اول و یا جانشین دکتر عبدالله یا معاون دکتر عبدالله در شورای عالی صلح ساخته بود. محققی که در 20 سال در کنار امریکا بود امروز امریکا رو اشغالگر میگه. متاسفانه رهبران دیروز باختن، رهبران امروز که طالب است در افغانستان به خیانت ملی مشغول است و ما امیدوار هستیم که خداوند رحم کنه. خالص افغانستان وضعیتش بسیار پیچیده، غم انگیز و بسیار تاسف باز است. تشکر. حالا آقای محقق یاد کردین، آقای محقق هم روز اول یک چیز گفت از اقانی، سراج دین اقانی بنی کیات که تو رو مرد جنگ و مرد صلح خواند، یعنی جنگ طالب در 20 سال جمهوریت یعنی به اسلام مشروعیت بخشید، فرداش گفت که نیت ما تو نگفتیم. در نفهم که اینا به ضعیف بودن حافظه دچار شدن یا به حالتش، ولی برداشت شما از خب سه روز جلسه کردن گپایی بود، ولی در روز آخر کنفرانس مطبوعاتی داده شد و هنچی که در اینجا گفته شده بود توسط آقای احمد مسعود و آقای محقق و داوود ناجی و اینا بیان شد، در اینجا برداشت شما چی است از این صحبت هایی که در اونجا صورت گرفت؟ به ارتباط با آقای محقق باید یک تبصیری کوتاه کنم که آقای محقق یک بار مصاحبه مستقیم باش در هالند داشتم و از ما خواهش کرد که مصاحبه رو باید اول سوالا رو به ما بتین که به سوالا چی است. من گفتم من سوالای زنده و لایف میکنم، سوالای خود پیشتر نمیتونم. مصاحبه به حساب ما به حساب سازمانی شده و یا از قبل طرح شده و به حساب یک مصاحبه که به از طرف خودت برای من دکته شد مصاحبه نمی کنم. سوال های ملت ازت می کنم اگر حاضر به مصاحبه هستی. خب نفرایش رفت آمدن رفت آمدن، بالاخره آمدن گفتن که من گفتم من مصاحبه خیلی نمی کنم، سوالم نمی کنم، هیچ مصاحبه نمی کنم. در حالت رفتار بودم که
مرا گفتنی باش که آقای محقق با 50 نفر از افراد و طرفدارای خود آمد در. من گفتم من مصاحبه کرد و آقای محقق میکنم، من خود کدام سیمینار و کنفرانس دایر نکده اینجا که من رئیس. و گفت نه آقای محقق همه تو دوستا و همکارا و رفیقایشان دورشان جمع شده و همه گی به ترس و لرس که چی سوال. بسیار یک مصاحبه مسخره بود به خاطر اینکه محقق جواب نمیداد، در حالی که اون وقت هم با جنرال دوستم و با آقای زی احمد زیای مسعود اینا یک برای فدرالیزم یا ساختار فدرالیزم در افغانستان یک طرح را پیشنهاد کرده بودن و من میخواستم سر این مسائل بحث کنم که شما در دولت بودین و مسئولیتتان چی بود در اون زمانهای آقای غنی بود فکر میکنم. به هر صورت آقای محقق اگر دوستان ما به خاطر داشته باشند از دوران جهاد مقاومت و تا به امروز، یک روز هم محقق به حساب هم پابند به اصول اخلاقی که خودش تعیین کرده و یا به حساب پابند به حرفای خود نیست، ضد و نقیض موقف داشته. غنی را چی گفت در حکومتش رفت مشاور شد، با دیگرها همین کار کرد در ائتلافهای مختلف، بیعتی که به حساب حادیث بدنام حنیف اتمر با دیگرها کرد همین محقق بود، محققی که متاسفانه با جنرال دوستم ائتلاف کرد و در جنگ های داخلی اشتراک کرد. بازارها شکایت و انتقاد سر محقق است. محقق هم با طالب ها ارتباط داره، هم یعنی تلویزیون محقق به نام رای فردا دوباره بعد از یک و نیم سال بسته شدن دوباره باز شده، تمام خانه هایش و جایدادهایش از طرف طالب ها داده شده و هیچ نوع تهدیدی در افغانستان برش نیست و از هزار طرف از هزار چینل ای با طالب ها در مذاکره است و احتمال هم داره که یک روز مانندی که در مسکو که در کنار آقای کرزی رفت و با طالب ها با افتخار مذاکره میکرد برای صلح به اصطلاح خودش، فردا سرش از کابل یک جای دیگه بلند شد و بگه برای آزادی و صلح قوم هزاره معامد و قربانی داد. محقق یک سیاستمدار مزور معاملگر و یک سیاستمدار است که متاسفانه آقای محقق سمبول هست تمام سیاستمداران چپ و راست همین 40 سال گذشته افغانستان است. آقای خالد اگر محقق هم شخص نام میگیرم، شما فکر کنید که محقق یعنی سمبول همه سیاست مدارای جهادی و غیر جهادی است. بنان آقای محقق هیچ ارزش نداره حرفایش، حضورش و تبصرهایش در اینجا یا اونجا. برای من بسیار جالب است که آقای ناجی، داوود ناجی که خبرنگار بی بی سی بود و با انگلیس ها ارتباط داشت، یک زمان به حساب در جنبش روشنایی بود و مبارزه و آزادی خواهی و غیر غیره، یاد دوتان است که مشاور شورای امنیت همی حمدالله مایب کردیده بود، ماش خورش بود. حکومت غنی را که حکومت فاسد میگفت، انتخابات به حساب انتخابات سازمانی یافت شده و من نمیفهمم انتخابات مهندسی شده و غیره و غیره میگفت. شما شاهد بدین که همون انتخابات باطل و مو راهی های باطل اینا قبول کردن و به جلال مطلعت مواب اشرف غنی بیعت کردن من حیث رئیس جمهور. نه تنها او بلکه آقای معنوی و آقای اخلاقی که امروز در امی ویانا بود. بنان اگر شما بررسی کنین خالص بی چهرهای تکراری را، چهرهای سخته را و چهرهای معاملگر را، متاسفانه و بدبختانه میبینین که از این آدرس و از این چینل و از این شخصیت ها و متاسفانه هیچ امیدی برای آزادی افغانستان، برای نجات افغانستان، برای ساختن یک افغانستان آینده در مقابل طالبان وجود نداره. شخصیت ممتاز مانند احمد مسعود متاسفانه محصور و شخصیت هایی شدن و چهره هایی شدن که اونا بسیار استخباراتی هستند. من یعنی واقعا براتون میگم که با تمام احترام و محبتی که با آقای مشکور کابلی دارم، ولی آقای مشکور کابلی متاسفانه یک شخصیتی هست که اگر هر چقدر سر هر کشور یا هر مسئله شما بحث کنین، وقتی سر ایران بیاین خط سرخ مشکور کابلی باز ایران است متاسفانه. و ما بارها به این مسئله برخوردیم، با وجودی که ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه بارش دارم. آقای امی قاری عیسی محمدی که امروز منتقد طالبان هست در کنار احمد مسعود، اگر ویدیوهای از این ببینین، صحبتای گذشتهش رو ببینین و تحلیل ها و تبصرهایش رو ببینین، بدتر از طالب موقف داشته و موقف میگرفته از نظر قومی و از نظر انتقادی و از نظر از اشرف غنی دفاع کردن. امروز اگر هر کسی که به طالب انتقاد میکنه به این معنی نیست که یک براءت بگیره و یک شخصیت باشه و یک آدرس باشه. متاسفانه از چینل بیانا
خالص، من هیچ امیدی برای نجات مردم افغانستان ندارم و این چینل هم که دایر شده توسط خارجی ها هست، توسط همه کشورهایی که ایالات متحده آمریکا و غیره در حق وزوام می باشن، اینا از چند طرف و چند جهت سر افغانستان کار میکنن. متاسفانه و بدبختانه افغانستان و همونطور که جهاد افغانستان، مقاومت مردم افغانستان و آزادی خواهان افغانستان، متاسفانه که امروز ما میبینیم و داستان هم میشنویم که به چی گونه استفاده میشه توسط استخبارات کشورهای مختلف. اگر امروز ترکیه الفیصل کتاب خود نوشته میکنه، پلان ها و برنامه های خود افشا میکنه، و یا کی جی بی و یا سازمان های مختلفی که در افغانستان فعالیت میکردن امروز چهره ها رو معرفی میکنه، برنامه ها رو ما میبینیم که در گذشته چی میگذشت. امروز هم همین میدان بزکشی افغانستان خالص، متاسفانه اینایی که به این جلسات بیانا اشتراک کنن و یا سر بلند کنن و یا کسانی که گفتم چهره های بدنام، چهره هایی که مانند آقای اسپانتا و غیره و غیره، باور کنین که یعنی از حضور در کنفرانس ها انسان شرمش میآید. ولی این چینل ها وجود داره خالصه و ما انتقاد ما ای است که متاسفانه در مقابل همین دسایس عظیمی که امریکا ایجاد کرده و انجام میده و ادامه میده و افغانستان فروخت، همین ها هم کار بودن. همین کسایی که امروز در ویانا نشستن 20 سال زیر بیرق امریکا بودن، زیر بیرق اشغال بودن، زیر بیرق همین امریکا بودن. حتی آقای محقق در آخرین لحظاتی که به حساب افغانستان تسلیم میشد میگه ما خبر نداشتیم، من حیث مشاور ارشد امنیتی اشرف غنی میگه ما رفتیم به پاکستان برای سال. آیا این مسخره نیست؟ آقای ناجی که مشاور ارشد محب بود در شورای امنیت، مسخره نیست که بروز بیای و از آزادی و جبهه آزادی هر بزنه، در حالی که تا دیروز معلوم نبود که آدرسش چی است. متاسفانه این چهره خالص تکراری هست و اینا نمیتونن افغانستان آزاد کنن. همین 60-70 نفری که نشسته بودن، اونا همش یا در پارلمان یا در شورا یا در کجا و کجا مسئولیت داشتن و به گردهای مردم سوار بودن و باعث ناکامی جمهوریت، باعث ناکامی نظام و تسلیم کردن قدرت به طالبان امینا بودن. میلیونرها و میلیاردرها بودن، امروز هم در خارج هر کدامش در بهترین وضعیت زندگی میکنن. تشکر. اما برمیگردیم به این مسئله که اینا با مو شیر فرخزاد اگه یادتون باشه، با این گروه زاهد ظاهر ساز دانم که این جدال ناسان است، شهر من و تو طفلک محسومم دیری جایگاه شیطان است. و چنین شده، چنانه که شما توضیح دادین استخبارات جهان در رأس امریکا برای ما اینو یک طرح به جا گذاشتن که ما نتونیم دیگه بعد از این خود ما مشکل خود حل کنیم. سوالی که برمیگرده، پس چی باید کرد آقای ناصری؟ اینو این چهره ها را بدیلش، به اصطلاح که مود شده که حالا بدیل میگن، بدیلی چهره ها را چگونه میتونه شناسایی که من در شروع پروگرام امروز وقتی داشتم و گفتم که دشمن قوی نیست، ما ضعیف هستیم که در زندان های فکری و قومی و زبانی و مذهبی و سیاسی خود از اسیر ساختیم و روز به روز پارچه پارچه شده میریم. در پارچه بودن ما دشمن قوی میشه. اینجا برمیدیم به این سوال که پس چی باید کرد، از کجا شروع کرد، چگونه همی جو اعتماد پس دوباره به وجود بیاریم که تا بتانیم از این منجلاب کشور و مردم خود نجات بتیم. خالص افغانستان به یک شکل امروز قرار داره که در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان ما همچون روز سیاه و تاریک در افغانستان ندیده. افغانستان در یک موقعیت از سیاست منطقه‌ای و جهانی قرار داره که واقعا مستثنا هست. وضعیت فعلی در 100 سال تکرار نشده و بازی های بسیار پیچیده جریان داره و سرمایه گذاری های عظیم استخباراتی هست و جنگ قدرت است در میان کشورها و از سازمان ها و جریان ها و اینایی که در برگرده های ملت سوار بودن و یا سوار میشن و یا امروز به حساب در شکلی در سیاست افغانستان میخواین مطرح شوند، اینا وابستگی های عظیم استخباراتی دارن. حزب دموکراتیک خلق هرگز نمیتونست فعالیت سیاسی در افغانستان ایجاد کنه تا رابطه با شوروی ها نمیداشت و به حساب ارتباط با اونا برقرار نمیکرد. همچنان مجاهدین استخبارات کشورهای مختلف و سازمانهای مختلف در چوکات که امروز آدم میبینه اونا را متاسفانه استفاده کردن، استعمال کردن و رهبرانی که سلاح و پول امکانات اینا به دست آوردن
همه و همه بدون از اینکه بفهمن یا آگاهانه یا غیر ناآگاهانه متاسفانه وابستگی های داشتن، عذاب هشتگانه و هفتگانه و باز بالاخره دیگه جریان. امروز هم متاسفانه صدای ملت افغانستان به این دلیل خاموش است و یا شنیده نمیشه خالص که فعالیت سیاسی که اگر جبهه آزادی میکنه یا جبهه مقاومت ملی میکنه، متاسفانه باید چراغای سبز از این طرف و اون طرف اینا بگیرن برای نگاه کردن خود. اگر در تاجکستان هستن، اگر در کشورهای دیگه هستن، سلاح، امکانات، پول و حتی کنفرانس، همین کنفرانس ویانا به ابتکار افغانا دایر نشده، با پول افغانا دایر نشده، با امکانات مالی با شما جریان نداره. این کنفرانس و این روند ویانا یک روند است که بالاخره مانند دوحه سر مردم افغانستان میخوره، مانند دیگه جریانایی که در دایر میشد که در قبرز یک تعداد میشیشتن و هیئت قبرز آمد در بند چی کرد؟ هیئت روم چی کرد؟ هیئت پاکستان چی کرد؟ همی جبهه شمال که متحد شمال میگفتن اینا بر افغانستان چی خدمت کردن بجز گرفتن 18 پست؟ سلا، پول، امکاناتی که به دوستشان بود کی برشان میداد؟ چی گونه به دستشان میامد؟ و در نتیجه از او بالاخره چی رو به دست آوردن؟ افغانستان به کجا رسید از دست سیاست و اینا؟ متاسفانه خالص کدام ایتور نسخه برای نجات افغانستان تو نیست که ما بگویم خالد و ویس و اینا یک جا شویم و یک حرکت جدید بسازیم و این حرکت جدید از کجا تمویل میشه، چی گونه برام افته. امروز بسیاری انتقاد میکنن که اینا نباشن، کسای دیگه بیاین، او کسای دیگه را کی بیارن، کسای دیگه از کجا پیدا شن. ما میگیم که با قطع رجال مواجه نیستیم، اما نظم و سازمان و تنظیم یک حرکت سیاسی متاسفانه یک وقتی یکی از بزرگای فامیل میگفت در افغانستان هر حزب که ساخته میشه وابسته به بیگانه است، یک برنامه و پلان بیرونی در پشتش است. امروز یکان تعداد مردم میاین و میگن که حزب نوزت صلح و آزادی، نوزت من نمیفهمم عدالت و فلانی، وقتی که ببینیم بک‌گراندش که در پشت سرش حنیف اتمر است، در پشت سر از او من نمیفهمم همون چهره های تکراری دیروز است. بنابراین هر جریان و هر حزب و هر سازمانی که در بیرون از کشور ساخته شده و یا در داخل کشور امروز ساخته بشه خالص وجه استخباراتی داره و این که ما بر مردم افغانستان نسخه بتوم که بیاییم ما شما یک حرکت ملی رو برا بندازیم. چند نفر از دوستا چند وقت پیشتر تقاضا داشتن که یک جای جمع میشیم و ما و شما یک صحبت میکنیم و این کارا رو میکنیم و ما هیچ علاقی برای اشتراک در موتور یک حرکت نداشتم، به دلیل از اینکه هر حرکتی را که بنیاد میگذارن و امروز در ارتباط افغانستان بالاخره سر و درکش از یک جای یک استخبارات و یک کشوری وابسته بلند میشه. متاسفانه میدان سیاست و جنگ افغانستان میدان پیچیده هست که ما نمیتونیم گفته که طالب به حساب افغانستان از این وطن نجات میده، در حالی که طالب باعث بدبختی و فلاکت و مصیبت و خیانت است و بزرگترین مصیبت افغانستان است. ولی مخالفین طالب ها هم کدام نسخه برای نجات افغانستان نیست و من کدام نسخه هم ندارم که همون خط آقای مختار عاطف که از طالب ها برید و به شکل بظاهرن برید و انتقاد کرد و دیروز پریروز شنیدم در هر برنامه میای و میگه خط سوم، یک رای سوم. او رای سیوم و خط سیوم که اینا میگن یعنی ساختن از او آسان نیست و او خط سیوم و به خط دوم اول مبدل میشه، یعنی وابسته کشورها میشیم. متاسفانه وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مخصوصا موقعیت جیوپولیتیک افغانستان خالص باعث ازی شده که در هیچ زمان افغانستان قدر مورد تاخت و تاز و مداخلات علنی گستاخانه کشورهای مختلف منطقه و جهان نبوده که امروز است. بنابراین هر حرکتی را که ما برای نجات افغانستان اگر بسازیم متاسفانه در آخر خط و خود از او وابسته میشه به کشورهای مختلف. پس چی باید کرد؟ اما حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که شما با کجیره که میبینین با دستتان اصلاح کنین، با قلبتان متنفر باشین و با زبانتان تبلیغ کنین و با قلب متنفر باشین. من خودم امروز اعتراف به این میکنم که در شرایط کنونی نه با دست خود ما بوری اصلاح کرده میتونم و با تبلیغی که میکنم در حد ممکن از هر رسانه و از هر شبکه و از هر طریقی که از مبارزه کردیم برای به حساب رساندن پیام حق و حقانیت، ولی با قلب خودم از امی
وضعیت فعلی از جریان های چپ و راست، از جریان های طالب ضد طالب نفرت دارم و اضعف الایمان گفته پیغمبر خدا، ضعیفترین درجه ایمان است که تنها با قلبت متنفر باشی. بعد از ضعیفترین درجه ایمان شاید باشم، هم متنفر هستم از اینا، هم تبلیغ میکنم بزدشان و هم نسخه رای نجات افغانستان نه دوحه میبینم، نه ویانا میبینم، نه جبهه آزادی میبینم، نه جبهه صلح میبینم، نه عدالت میبینم. متاسفانه ما هم نمیدانم که نسخه که بالاخره یک حرکت ملی که برای نجات افغانستان ایجاد شود که واقعا از طرف ملت افغانستان و جوانان و فرزندان و زنان و دختران ما باشه، چی وقت ایجاد میشه؟ من متاسفانه خالص نمیبینم. بسیاری حرکت ها پروژه‌ای است، بسیاری شعارها پروژه‌ای است و بسیاری شبکه ها پروژه‌ای است خالص. حتی به اساس پروژه دعوت میکنن، برنامه میسازن، تبلیغ میکنن و به حساب نشر و پخش میکنن. من متاسفانه بسیار بسیار خوشبینم نیستم به وضعیت فعلی و به تبلیغ و رسانه و فعالیت های سیاسی و نه علاقمندی هم برای عضویت در کدام حرکت چپ و راست از اینا دارم. فعلا از پروژه گفتین، خدا را شکر که تا حال ما برا بودیم، بعد از این هم خدا ما را نجات بده که در شامل پروژه شیم. ولی به هر حال آقای ناصری، حرفایی که باید گفته شد ما و شما گفته میریم، این که دوستا میشنوند نمیشنوند کار دست ما ساخته نیست. ما هم رسالت و مسئولیت خود در برابر وطن و مردم خود انجام میدیم. ولی خب بعضن تو خود بازی میتیم که انسانی که در گذشته اشتباه کرده و باز هم اشتباه کرده، اگر یک روز اتفاقا یک برحق شوه، وجدان بیدار شوه و بگویه که من تا اینی سرحد به وطن و مردم خود جفا کردم، اشتباه کردم و یا حتی خیانت کردم، ولی آل به آوش آمده و میخواییم که جبران کنم، فکر میکنین چنین روزی در کشور ما برسه و مردم ما شاهد یک فرهنگ متکشفی ها پیشتر گفتین که از قلب باشه، فرهنگ مذرت خواهی و قدم گذاشتن در جاده صداقت در کشور ما رایج شوه؟ شما فکر میکنین که آقای محقق از ملت افغانستان مذرت میخواه و میگه من دیگه رهبری دعوای رهبری نه از آرا را دارم نه در سیاست میخواه مطرح باشم؟ از جنرال دوستم دارین، از دگرایش دارین، از استاد سیاف دارین، از کلانا دارین، از امی آقای معنوی دارین که بگه یک نامه نیست وزیر عدلیه بزرگترین خیانت به عدالت و به حساب قضا و به حق مردم افغانستان کردم و در یک دولت و به یک رئیس جمهور بیعت کردم به نیست امیر خود. وقتی رئیس جمهور شما به حیث رئیس جمهورتان قبول میکنین، وزیرش میشین و امیرتان است از نظر شرعیام که آقای معنوی میفهمه. اینا یا اعتراف میکنن خالصه ما بگیم که اینا اگر یک روز معذرت خواستن باز ملت اینا رو ببخشه. اگر اینا معذرت هم بخواهید، بعد از معذرت خواهی بعد از نقطه چی یا بعد از کمه چیست؟ حتما میگن ما دوباره میخواییم در وضعیت سیاسی و در نوزت سیاسی و آزادی افغانستان هم سهم بگیریم، یعنی رهبری رو ما رو بدید. یک وقتی یک داستان بسیار کوتاه براتون قصه میکنم و میخواییم قطع کنم به خاطر که شب سپورت و فوتبال و ورزش های دیگه است. خالص در انجینیر صاحب احمد شاه آمازی به لندن یک تعداد را دعوت کرد و گفت که باید یک حرکت سیاسی را ایجاد کنیم به خاطر مسائل افغانستان و خب به اون وقت امریکا نو اشغال کرده بود و در اونجا چند نفر از دوستا بودن و بالاخره تقاضای ازی از انجینیر صاحب خدا مغفرت کنه، آدم شخصیت جهادی خوب بود، گفت که همگی ما حرکت میکنیم و فعالیت میکنیم و پول جمع میکنیم، فنریزنگ میکنیم و اینا. یکی از مو کلانا که دمونجا بود و خداوند ببخشش او شهید شد، او گفت که نه انجینیر صاحب، همی حرکت خودت با پول امکاناتی که داری ما میفهمیم داری امیر خودت انجام بده. گفت ما چرا انجام بدم؟ گفت بخاطره که نه ناصری نه ما نه یه برادرهای رکخاصی ما دعوای رهبری نداریم، دعوای ریاست نداریم، دعوای هیچ چیزم نداریم. اگر در افغانستان هم کدوم یک تحول بیایه، وزیر و پاچا و رئیس اینا، خب بالاخره می شما مردم هستین، نمی کلانای نوزت اسلامی هم بودی و در دولت مجاهدین هم بودی و صدر اعظم هم بودی، امروز هم کلان ماستی که یه حرکت هم که می خواهی بسازی ریاستش از خودت است. وقتی که ریاست هم از تو، دوام از تو، ساینده افغانستان هم وزیر و پاچا شاید تو باشی، همی
حرکت هم اگر کدام مشکل مالی داره امور تو حل کنیم و ولگ کنیم، به خاطر که ما کدام دعوایی بر زحمت و رهبری نداریم. و انجینیر صاحب هم بسیار خندید، ما هم خندیدیم، شوخی کردیم و او دوستایی که زنده هستن نامشان را نمیگیرم و کسایی که شهید شدن خداوند ببخشه. به هر صورت اینایی که امروز دعوای زحمت میکنن و دوین جور میکنن و در این کنفرانس و در اون نوزت آزادی رو میخواین، نوزت فلانی رو میخواین و این رو میگن، خالص از اکمر گرفته تا شورای عالی مقاومتی که در ترکیه هست، تا کسانی که در تاجکستان هستن، تا کسانی که در هر کشور هستن، حتی به شمول عمر داودزی، به شمول دیگاهش، به خدا که از قدرت صرف نظر کرده باشن. ولاگی یکی از یا ولاگی اسفند تو به خاطر ملت افغانستان از ملت معذرت بخوای و بگوی که من از قدرت تیر هستم، در آینده هیچ نمیخوایم نقش داشته باشم و در هیچ حرکت سیاسی نمیخوایم رئیس و معاون یک کاریش باشم. اینا در هر جای در صف اول باید بشینن. صف اولی را که اینا نشسته بدن در کنارش یعنی یک خانم بود که اینا حقوق بشر میگن و میگن ما طالب نیستیم و ضد طالب هستیم. همین زنانی که در صف اول روز اول نشسته بود کجا بود؟ باز روز دوم یک خواهر دو خواهر اینا در امو به حساب میز مدور خود جا دادن. من نمیگم که اینا مثل طالب هستن، ولی در قدرت سیاسی افغانستان به خدا بدتر از طالب هستن. انحصار قدرتی که ما 20 سال دیدیم، پول، سرمایه، دوزدی ها، رهزنی ها، امروز اینا در همین شورای عالی مقاومت در رهبریش کی است؟ آیا چرا اینا قبول نمیکنن که ملت افغانستان باید سهم داشته باشه؟ دکترها، انجینرها و شخصیت های ملی علمی اکادمیکی که در 20 سال گذشته نه وزیر بود، نه رئیس، نه پادشاه و نه سفیر. ولی متاسفانه هر حرکتی را که اینا ایجاد کردن و فعالیت میکنن خالص و شمول هم کسایی که در کانادا در کنار شما در شورا و پارلمان دیروز بودن، دوزان دیروز، امروز چی میکنن؟ برای دزدی بیشتر، برای غصب بیشتر و برای به حساب امو فریب مردم، امروز اینا فند ریزینگ میکنن. اینا من نمیفهمم، سازمان های جمع‌آوری پول میسازن برای، من نمیفهمم، هزارها هزار خیانت و فریب دیگه هنوز جریان داره خالص. و من بسیار متاثر هستم از وضعیت فعلی، از حضور از اینا، از فعالیت چهره های سوخته و منفوره که دیروز افغانستان برباد کردن، امروز هم در پای بربادی هستن. طالب خیانت بزرگ است برای افغانستان، ولی بدیل طالب ها نباید اینا باشه. خب بازم صحابه میفتن چیزی که در خون گد شد در برگ بیرون شوه، کساری چین عادت کردند. و باز ختم میکنیم با امی یک بخش از شعر ساحلی بزرگ که میگه بکی باید دل بست، بکی شاید دل بست، سینه ها جای محبت هم از کینه پر است، هیچ کس نیست که فریاد پر است، مهر ما را گرم پاسخ گوید. ممنون از شما که بودین با ما، برای شما وقت خوب، خوش آرزو میکنم. موفق، کامیاب باشید. شما زنده باشید. زنده باشید.